سلام به همه رفقای خوبم در چنل توپ سخنگو. حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی خوشحالیم که بازم توی یک کلیپ دیگه کنار شما عزیزای دلمون هستیم. این کلیپ رو اختصاص دادیم به شایعاتی که امروز در بازار نقل و انتقالات فوتبال کلان همه باشگاه و کشورها داره انجام میشه و به نظر من دیگه وقتی فوتبال تمام میشه وارد فصل نقل و انتقالات میشیم، این قسمت از ماجرا به نظر من خیلی جذاب‌تر از خود فوتبالشون میتونه سرنوشت یه فصل و کلوم اجمعین معلوم بکنه. پس قبل از اینکه بریم سراغ خبرمون، لطفاً لایک قشنگ رو بکوبید، کامنتاتون فراموش نشه و از اینکه ما رو به دوستان عزیز خودتون معرفی میکنین ممنونیم. ببینید اصلا امروز تو بازار نقل و انتقالات چه خبر و کدوم باشگاه‌ها دنبال چه بازیکنایی هستن. دیگه این روزا واسه ما فوتبال دوستا جذاب ترین روزها هستش، روزایی که باشگاه در داخل زمین با هم رقابت نمی کنند و توی بازار نقل و انتقالات ولی به جاش سخت دارن با هم دیگه رقابت میکنن و در خیلی از موارد سرنوشت فصل هم تو همین روزا رقم میخوره. وقتی که باشگاه میتونن یه ستاره چنگ رقیب خودشون خارج کنن به عنوان یه برگ برنده در طول فصل با خودشون داشته باشن. اما برای اینکه از آخرین شایعات نقل و انتقالات مطلع بشیم با ما باشید تا ببینیم اوضاع از چه قراره. اولین خبر رو شروع میکنیم با برایتون. برایتون که دیده همه تو بازار نقل و انتقالات عین نقل و نبات قیمت 100 میلیون یورویی به بالا میدن، به چلسی گفته اگه موزس کایسدو رو میخوای باید 120 تا بدی. چلسی هم گفته ما میریم یه دور میزنیم، حالا میرسیم خدمتتون. اما شایعه بعدیمون راجب منچستر یونایتد که دنبال خریدن تو هرناندز از میلانه، اما الان مسئولای این باشگاه گفتن نه اصلا از این خبرها نیست. قبلش گفته میشه یه پیشنهاد 60 میلیون یورویی برای تو مطرح شده بود که میلان نگاهش هم نکرده. خبر بعدیمون از عربستانه. عربستانی ها قصد ندارن بی خیال ستاره فوتبال اروپا بشن، حالا قراره رئیس باشگاه انس بره لندن تا ببینه میتونه حکیم زیاش رو به تیمش اضافه کنه یا نه. ستاره مراکشی چلسی از شرایطش راضی نیست و یک پیشنهاد چرب میتونه او رو هم راهی لیگ عربستان بکنه. اما حالا بعد از عربستان میریم سراغ قهرمان UCL. بعد از اینکه سیتی دیروز رسما اعلام کرد ایلگای گوندوگان بازیکن آزاده، حالا گفته میشه بارسا داره خودش رو به آب و آتیش میزنه تا آخرین کاپیتانی که جام قهرمانی چمپیونز لیگ رو برده به تیمش اضافه کنه. پیشنهاد بارسایی ها 3 سال است که با توجه به سن و سال گوندوگان پیشنهاد خوبی به حساب میاد. اما حالا باید ببینیم که پپ گواردیولا واقعا میخواد کاپیتانش رو از دست بده یا نه. واقعا گوندوگان توی این فصل خیلی خوب تیم رو رهبری کرد، به نظر من میتونه یه اشتباه خیلی بزرگی باشه اگر بخوان این بازیکن با تجربه رو از دست بدن. اما بالاخره فوتبال و سن و سال تعیین میکنه که کی تو تیم باشه یا نباشه. اما بعد از اون میریم سراغ منچستر یونایتد که میخواد میسون مونت رو از چلسی بخره، اما یه مشکل کوچیک وجود داره، با اونم یک اختلاف 300 میلیون پوندی سر قیمته. چلسی میگه 70 تا، اما پیشنهاد اول یونایتد فقط 40 تا بوده که رد شده. حالا قراره یونایتد یه پیشنهاد جدید بده، اما اگه بخواد واقعا بازیکن بخره دیگه الان 40 تا و 70 تا اینا با توجه به اینکه عربستان دیگه وارد موضوع نقل و انتقالات شده، یه مقدار اصلا این باور ذهنی جابجایی بالای 100 تا واقعا رفته. اینکه 40 تا 70 تا اینا دیگه این یارو میاد پیشنهاد میده 170 میلیون یورو، نمیدونم 140 میلیون یورو، 200 میلیون یورو. واسه مسی که رفت تا تقریبا اگر اشتباه نکنم 1 میلیارد یورو هم رفت دیگه، خیلی داره دیگه اصلا داستان نقل و انتقال تو عربستان مقدار تو اروپا کارم مشکل میکنه. اما خبر بعدیمون میریم سراغ سرخیو راموس. بعد از 2 سال از پاریس سن ژرمن جدا شده و علارغم پیشنهاداتی که از این ور داره دلش میخواد برگرده جایی که فوتبالش ازش شروع کرد، یعنی سویا. ماجرای عشق اول و از این حرفا سیگه، اما معلوم نیست سویا اونو میخواد یا نه. حالا باید منتظر چراغ سبز سویا باشه تا بتونه برگرده به تیم نوجوانیش که قطعا هم بعدش هم خدافظیه. اما در آخر شما از دل تشکر میکنم که تا انتهای کلیپ همراه ما بودید. نظرت شما کلی انرژی بر ماه. ممنون میشم که نظر خودتون رو این پست برامون ویدیو کامنت کنید و کلیپ بعدیمون رو دست ندیم، چون یه مستند خیلی کوتاه، خبر کوتاهی از زندگی شخصی تقریبا هالند واسهتون آماده کردیم که به نظر خودم خیلی جذابه. کلیپ بعدی میبینمتون فعلا.